ما مافیا بازی نمی کردیم. هیچ وقت تو بچگیمون بازی به اسم مافیا وجود نداشت. ولی کلی بازی های جذاب دیگه داشتیم که بازی می کردیم و کیف می کردیم. ولی الان تو کل کشورهای دنیا مافیا بازی می کنن. ما هم اینجا مافیا بازی می کنیم. ولی ما مافیای خودمون رو بازی می کنیم. مافیای ما اینجا یک سناریوی کاملا سینمایی داره. ما چرا مافیا بازی میکنیم؟ ما مافیا بازی میکنیم که در مواقع لزوم بتونیم همشهریامون رو بهتر پیدا کنیم. بتونیم خوب به حرف همشهریامون گوش کنیم. ما مافیا بازی میکنیم که بتونیم راحتتر و قشنگتر و سریعتر با همدیگه متحد بشیم. و با این اتحاد اگر لازم شد جلوی دشمنامون بایستیم. ما تو بازی مافیا اینجا همه اینایی که گفتم رو با هم تمرین کنیم. 110% شما مافیا هست. شهر پرچم رو بده تاق آسمون کیش بده. که از نظر من فیلان همه مافیا هست. مگه که خلاف حسابت بشه. بچرخ. کماکان دیرباز و بازی هست. بذار همین حمایته رو بکنیم. همون که گفتی رو هم موافق هم. به ما بفهماند که جواب استلامش چی شد. بانه چالش دوستان. خانوما مقدم تر. شهر قوی داریم، مافیای قوی. نصف پرپرای ما غلط تا خودم میدونم شهروندم. این که هیچ. متشکرم. اصلای منو میدید یا خیر؟ من کامبیز دیروازم. خیلی مخلصم. امروز اومدم تو این کافه نشستم و از 12 و از بهترین رفیقام دعوت کردم. همگی درجه 1، همگی کاربلد، کار درست، از بهترینای سینما، موسیقی و ورزش. قرار بیان اینجا دیگه کم کم باید برسم. تو تمریناشون هم بودم، همشون بازی بلدن، مافیا بلدن و حتما شما رو شگفت زده خواهند کرد امروز. منتظرم ازشون زودتر اومدم که همه چی رو فراهم کنم، کافه آماده باشه که مهمونا میان، چیزی کم و کس نباشه. دیگه باید برسن. اگر برسن بلافاصله بازی رو برای شما شروع می‌کنم. ارادتمندم آقای دکتر روحانی. خیلی لطف کنین اسلحه‌تون رو بذارین آقای دکتر. Ladies and gentlemen, may I present to you Mr. Charlie Puth on keys. به به به. آقا رضای رفیع سلام، خوش اومدین. سلام، خیلی خوش اومدین. لطف کنین اسلحه‌تون رو بذارین رو میز. خیلی سلام. بله، همین ابتدا گوشی تلفنتون هم لطفا بذارین رو میز. رضا توکلی، رضا توکلی، لطف کنی اسلحه‌تون بذار رو میز و گوشی تلفنتون رو گوشی تلفنتون رو بذار لطفا، یعنی تل صدای کامل. و یه خوش تیپ دیگه اومد، یه خوش تیپ دیگه اومد. علی دلیسی سلام. علی جان خوش اومدی. اسلحه تو بذار میز و گوشی تلفن تو لطفا کنارش بذار. سلام علیکم. به 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 علی آقا اسلحه تو بذار اونجا علی جون و گوشی تلفن تو لطفا. بازرسی نبود، خوشتیپا رو میگرفتن صبح ما داشت میمولی. چجوری اومدی شما؟ باری که حتما ایست بازرسی نبوده پس. چه چلی؟ حتما ایست بازرسی نبوده. سلام، چه خوشحالم میمونم. خوش اومدی پویا جون، اصله تو فداشم بذارم. من اصله هم یکم منصر به فرده. ببین مافیا رو من رنده میکنم از الان دارم میگم بی شک. بی شک برنده تیمیه که من توشم. ماشاءالله. کات میبینی همون نفر اول کیف میکنم. فرستادنم بیرون. بلیر صفر. امیرعلیه نوویان خوش اومدی. امیرعلی خوش اومدی. اسلحه تو بذار تو میز اگه امکان داره. خیلی صدا گفتم چه مهمونایی دعوت کردم، یکی از یکی بهتر.
یکی از یکی کار درست‌تر. خیلی خوش اومدی. از در بذار یکم از خطرش کم شد بعد معرفی می‌کنم. ژان پل جونم اندازه خودمه. همین بود. خوش اومدی فرزین جون. خوش اومدی. از دهتو لطفا رو میز بذار. به به هم قطعی با هم. آره یه ذره این بلندتره. موشی مامویی؟ بله چی شده؟ چاکی خیلی خوش اومدی. خوش اومدی. اصلاحه تو بچه بزن رو میز. اصلاحه من مغزمه. الان که میدونی اصلاحه موبایل هم هست دیگه. آه اصلاحهش مغزمه. نمیتونم رو میز چی فرم بودیم ببخشی؟ اصلاحه من مغزمه. میتونم استوری کنم اینو؟ آره اجازه هست؟ خیلی خوش اومدی. اصلاحه مغزتونه؟ من حتما بعد آوازی معمولا هم همرام نیست. جونم مهران غفوریان پدر نمونه. به 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 خوش اومدی مهران. اصلت فدا چون اصلت رو بذار رو میز لطفا و گوشی موبایل تو لطفا. نداری؟ یه چیزایی دار؟ بذار رو میز. بله خیلی خوبه. بذار رو میز. ممکنه احتیاج بشه ها؟ خب خیلی خوش اومدین رفقا. خیلی خوش اومدین. خیلی خوش اومدین جان دکتر علی جون. همونطور که فکر میکنم که در جریان باشین دو فصل از شب‌های مافیا ضبط شد و پخش شد. نمیدونم آیا دیدین؟ بله. همه دیدین؟ بله. چه باحال. و رفیقمون هنرمند خیلی خوب درجه یک محمدرضا علی مردانی محبت کرد و گرداننده بود و میزبان بود. بنا به دلایلی به گرفتاری‌های کاری و حرفه‌ای که داشت نتونست فصل سه با ما باشه و بنده جسارت کردم اومدم در این صندلی جلوس کردم. اگر که شما اجازه بدین من از امروز میزبان شما هستم. با افتخار گرداننده بازی هستم. با افتخار بیا و برای محمدرضا علی مردانی. این محمدرضاتون برای شما بود. خسته نباشی. امیدوارم که توی کار جدیدی که داری انجام میدی موفق باشی. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خب همین اول بازی یه خود گپ بزنیم چه خبر. من فکر کردم خوشتیپا رو میگیرن صبح از اون بالا بچه‌ها گفتن بیام ولی گرفته همات... بودن منو دیگه تو الان کشید. آ برای همین چیز شد. آره. آخر اومدم گرفته بودن دیگه. چه خبر بچه‌ها؟ یه خود گپ بزنین یه خود حرف بزنین. کی دید کی نه نظرتون راجع به مافیا اصلا چی بود؟ من میگم حالا حتما بعد بهشتم الان نه نه نه, نه. آره. راحت باش الان. آقا من بازی رو دیدم تقریبا میتونم بگم همش رو دیدم. یه نظر شخصی دارم. آره بدون اینکه اشاره بکنم من معتقدم که یک مقداری بعضی از جاها یک شرایط خاصی داشت. یعنی من یه لیست 10 نفره آماده کردم اینجا نوشتم که 90% تقلبا امکانش هست. یه رسیدگی بفرمایین اگه دوست داشتین. اگه خاصی خودتون بخونید. آقا دوره‌های قبل من پیشنهاد میکنم به من اطمینان کنین. میخوام نرخ تقلب رو برسونم زیر 5%. آقا اون رنده. با اون رنده. بعضی از بچه‌ها دیگه زیادی خبره بودن. آقا اگر اینقدر تو کارت خوبه با یه نظر با هزار یک چیز دیگه اسم ببری؟ نه اسم نمیبرم. 11 نفرن تو این لیست. اینجا هست 11 نفر. بله بله. من عرضی که دارم مهران جان اینه. بارها تو اخبار گفتی میدونی من فقط یه کلمه میگم. من میگم آقا اگر تقلب دو حالت داشته یا تقلب میکردن یا نمیکردن. اگه تقلب میکردن که هیچ،
اگه تقلب نمی‌کردن به نظرم اصلا مسیر رو اشتباه اومدن، چون یک جورایی حدس می‌زدن مرحله برای نوستراداموس هم قفل بوده. یعنی اینجوری میگفتن آره یهو بلند می‌شدن، من اینو قبول دارم کلاسش رو، ولی نوع تقلبش رو هر کاری کردم یاد. من خدمت مردم عرض می‌کنم، ما توی این دوره حرفه‌ای‌ترینا اینجاییم. یه مثال عرض کنم، سیروس همتی بدون اینکه اصلا در واقع نگاهی کنه یا تقلبی کنه فهمید مهران غفوریان مافیاست. چطور؟ خودش گفت من اشک از چشام میومد. گفتم از کجا فهمیدی مهرانو؟ گفت داشتیم غذا میخوردیم تو تمرین، هر موقع میگفتم مافیاها چشاشون رو واکنن صدای غذا خوردن نمیومد. مهران غذا میخورد. گفتم خب پس چرا نزدیش؟ گفته به من جون من نزن. ما اینقدر حرفه‌ای. آره چا. ایشون نشسته بودیم بغلم. گفتن مافیا چشماتون رو واکن، زد روشونم گفت چرا چشاتو وا نمیکنی؟ آره رضا دیده ما نوارد بودیم، ما ناآگاه بودیم، دست تو کیسه خبره فلان. گفتم داری میبینی من اولین نه اشتباه بزرگ چی بود؟ اونور به من بچهای مافیا گفتن که اینم هست، اطلاعات غلط اومد. یعنی 5 تا در واقع بغل دستید بود، تو نبودی. چه کسایی هستین که تقلب میکنی؟ نه چرا این میگفتی چشاتو باز؟ امروز 5 تا مافیا شمرده. نه رضا احتیاج به تقلب نداره، یه کاری میکنه هم شهر میره هم مافیا. ولی یه جمله خیلی قشنگ دارین که بلند میشین انشالله تو این کار، تو این بازی اصلی هم میگین که من هستم تا آخرش هم هستم و از جام تکون نمیخورم. و اینجا نمون تا آخرش. آره. هر وقت تو من نرو بودم. نه نمیرفت. اصلا نمیرفتم. دکتر شما هم تمرین زیاد کردین. دکتر لکته. نه جدی. اصلا واقعا. یعنی یک دست هم تمرین نکردین؟ یک دست. فقط یعنی فکر کنم که سابقه آقای دکتر روحانی از همه تون کمتر باشه تو تمرین حداقل. منم یه دست. منم شما که بازی کردی قبلا. آره ولی این رو نه. من یه چیزی بگم، به عذرخواهی میکنم از بزرگا، بازی که ما توی خونه میکنیم با این بازی که آره. شما دارین انجام بدین خیلی زمین تا آسمون فرق. آره خیلی نکته خوبی گفتی. ما اینجا سعی کردیم یک سناریوی در واقع سناریوی خودمون رو پیاده بکنیم، سناریوی سینمایی. دقت کرده باشین همه اسامی به یکی از فیلم‌های سینمای دنیا هالیوود ربط داره، مثل سرگیجه یا به یکی از شخصیت‌های سینما مثل دکتر لکتر خدمتتون ارشاد، مثل حرفه‌ای لئون. اسامی در واقع سناریویی که چیده شده برای این بازی چه سناریوی کاملا سینماییه و تو درست میگی علیرضا، متفاوته یک مافیای کلاسیکه ولی با دید سینمایی که خودمون داریم. فکر میکنم که پس الان هنوز شروع نکردیم، من این توضیح رو بدم. اگر یه وقتی تو گفتم دکتر چه اشتباه کنه منظورم شما نیست، منظورم دکتر مگر اینکه خودم دکتر، چون تو بازی بگم اطلاق نقش میده لو میره. حواست باشه میگم دکتر شرجه بوشم میکنن دکتر، اینجوری نجات میدن. بله بله هم ریکاوری هم فلان. خب اولا که اینو بگم، من خیلی افتخار میکنم تقریبا با تک تکتون هم سابقه رفاقت دارم، از 27 سال پیش با برزو که بیا جلو و با خود مهران تو دانشگاه تا با همه تون افتخار میکنم، هم تو برنامه مختلف بودم هم رفاقت و شاگردی خدمت شما. منتها میخوام به من اجازه بدین همین اول بازی که من کاملا سفت و سخت قواعد انضباطی رو رعایت بکنم. چرا؟ چون ببینید به هر حال من خودم 9 دست تو این شو بازی کردم و بقیه بازی‌ها رو هم دیدم، یعنی 30 تا اگر اشتباه نکنم ما شفای مافیا رو دیدم اکنون 2 بار 3 بار. کامنتار هم تک تک خوندم، مردم میگن ما به شما احترام میذاریم، وقت عزیزمون رو میذاریم، شما رو نگاه میکنیم، شما هم به ما احترام میذارین، جدی بازی کنین. پس بنابراین این اختیار رو به من بدین لطفاً، به بنده کوچکترینتون، که من نظم رو رعایت بکنم که به خودمون بیشتر بچسبه. توی مافیا بچه‌ها فقط و فقط تفکره که سیاله و میچرخه، بدن تنها اکتش اینه و این همین و بس. یعنی یه نشستن پا شدنه، یه دونه تایید و عدم تایید، بقیهش فقط حرفه، اونم حرف در زمان نوبتتون یا چالشی که میگیرید. پس بنابراین یه چیزی خارج از این بی‌انضباطی محسوب میشه و من اون وقت عرض میکنم که جریمه‌هاش چیه تو طول باز. من این نکته کوچیک دارم، چون من اولش شوخی کردم و از اولش هم درخواست کرده بودم که به من این اجازه رو بدین یکم شلوغ کنم، چون معمولا کسایی که کاریو بلد نیستن معمولا سعی میکنن ضعفشون رو با شلوغ کاری جبران کنن. اما از شوخی گذشته،
بچه هایی که دورهای قبل بازی کردن اینقدر و حالا کل تیمتون اینقدر باعث شدین این بازی تو مردم جا بیفته و جذاب شه. مثلا من خودم ندیده بودم مافیا رو، همون قدرم که دارم حالا شوخیامو میکنم همون قدرم میگم واقعا دستون درد نکنه، باعث شدین یک اتفاق خوب بیفته، همینجوری بچه ها اضافه شن بهش و امیدوارم که تا جایی که جذاب باشه این برنامه ادامه پیدا کنه. برای اونایی که دوست دارن بازی رو به حرفه ای ترین نحو ممکن ببینن پیشنهاد میکنم قسمت امروز از دست ندن، فصل 3 قسمت 1 رو از دست ندین. میریم که بازی جذاب رو ان شاء الله شروع بکنید. اضافه بکنم رفقای من در پشت دوربین ها در اتاق ویدیو چک، اینجا ما وی ای آر داریم، اوضاعمون از جام باشگاه آسیا خیلی بهتره، اونا نداشتن ولی ما داریم، وی ای آر داریم، ویدیو چک میشه هر جا لازم باشه و من از دستم در بره لطف میکنم به من گوش زد میکنن، همونجا ما عدالت رو برقرار. خواهش میکنم بفرمایید. یه پیشنهاد بدم؟ حتما. با احترام به دوربین ها، اصلا ما میتونیم عینکامون رو بردارید. عینکاتون رو موقع شب باید بردارید. کلا روزم عینکاتون خیلی زیباست. روز خودت خیلی زیبا داری. اصلا همیشه بردارین. بردارین. حالا اونو خود رو میکنین کلا هم روز هم شب. تمایل خودتونه ولی تو شب حتما، حتی کسایی که عینک تو فرضین عینکو برداری نمیتونی. نه میبینم. نه اگر کجایی عینک فرضی؟ نه اگر شب صدات کردم خواستی از قابلیتت استفاده کنی میتونی؟ خب پس تو هم اگه برداری چه بهتر. شما هم آقای رفیع میتونید عینک تو الان کجا؟ پس کامل بدون عینک شب. من چشم اذیت میشه. مهران. مهران جان چشت اذیت میشه؟ چشت اذیت میشه؟ مهم نیست بعد برداری. از وقتی ما بیرون بس گفتیم خیلی خوب توجی برداری میکنه. با کلا و عینک من لطفاً کاری نداشت. مهران من یه شهروند فقیر. مهران تو موقع رانندگی هم عینک نمیزنی. الان چی شده میخوای عینک بزنی؟ نه گواینا من با عینک آفتابیه. شما که میدونم هیچ کدوم تو اهل غر زدن نیستی. یه غر تو بزن ولی شما اسم اصلیشو نمیتونم بگم. من اگه از غر بزن. من شما کاملتون. من معلش نبود. من بیا هستن. شما اینکه خیلی قبولت دارم. شاکرت. اینو بذارم که میخوام خیالتون راحت بشه که کاملا رندوم. آقا شما به عنوان بزرگ جمع دیگه آخریش میخوای پایین‌تر بگیریش؟ پایین‌تر میگیرم. آره. آن کفیشه دیدی تو؟ تو چه میدونی از کدوم من میذارم؟ خودم هم میدونی میزنم. بزنم. آره. که کف دیده نه. شروع کنین. بفرم. چشای قشنگتون رو ببندید. اولین سوال. مدل‌های مختلف چشا رو می‌بندن. نه واقعا یه چیزی که همه یکسان رعایت کنیم چیه که درست باشه؟ اینم سوال خوبیه. بچه‌ها چش بهترین حالتش اینه که چش بسته سر کمی رو به پایین. یعنی نه کامل رو به پایین باشه چون شما که دیده بشه. اگر چونتون به سینه‌تون بچسبه این بهترین حالته. مهران ولی واقعا عینک تو بعد دیده بشه. چرا؟ آره. چرا؟ بچه خوب شد یادآوری شد. 5 دقیقه خوش تیپ باشم. بچه ها 12 باز دوربین دیگه واجبه عینک بردارم. 12 دقیقه خوش تیپ باشه. بذار باشه. من به وقتش بهت میگم. 12 تا دوربین رو تک تکتون کلوزآپ بسته است. از A to Z، از ابتدا تا انتها. بنابراین حتی اگه پرپر بزنه این پلکاتون، یعنی پرپر پرپرش چیه همون رو بزنه، اونم ثبت میشه و ممکنه که خطا گرفته باشه. من و بعد بعضی وقتا این مهتابی این اتفاق میبینیم. افتاده برز و پخش شده، یعنی پخش شده و آلارم زدن و وقت مردم بازیکن متقلب رو دوست ندارن. بریم آقا. یعنی به ضررتونه. کاملا چشو ببندین، لذت ببرین از بازی. یه دونه دیگه، تخت دیگه، برو بریم. چشای قشنگ ببندین. سر رو به پایین. مهران جو عینک تو بردار. چش. آره، عینک تو بردار. من می‌خواستم خود کامبیز بگه. میشه دخالت نکنی. کارتا رو پخش می‌کنم. کاملا چشاتون بسته باشه. همین الان تارگتم به برزو. هیچ کی بیدار نشه تا کارتا کامل پخشه. بعد دوباره خودم برمیگردم خدمتتون و برزوی مافیایی اسمای نازنینتون رو صدا میکنم. کاملا در حالت چرت سر ببرین دوستان خوش تیپ من. نوکرتم. خیلی زیبا. خیلی ممنونم زیبا. ازت کامل. واقعا ممنونم ازت. ای خدا شکر. بله آقا رضا جون لطف کن کارت تو بیا دیگه باز کن چشتا دیگه نه آخه باز کن گل های داوودی باز کن من ببینم شما ببینی بله متشکرم همه چشا بسته یکی دو بار لو رفته همه چشا بسته است خب احسانه ببندم الان ببند دیگه آره ببند عزیزم ببند ببینیم میگم آقا رضا مهران همون رضا مواظب باش فداتم خواهش چش میبوسمت کوچیکتم با هم بازی کنیم کولاک
منم بگی یا متشکرم. دیدین شما کامل؟ الان هر کی میدونه که خودش نسبتش با حسن چیه، یعنی چی کار حسنه، چی کارای حسنه و نقشش چیه. نقشه استاد از دست خواهش میکنم. من شاگردم. خوابیدم چند نفر ما هم بخوابی؟ کی خوابیده؟ شما نخوابیدی؟ همه بیدیدی همون رضا. ببخشید من فکرم خوابم. چجوری دیدی آخه؟ من خوابیدم اساتیدو دیدم اینجا. خب چه چشایی هم دارم. تا شروع نشده بچه‌ها نکات ایمنی دیگه رو اضافه کنم. نگاه به بیرون، نگاه به بیرون یعنی از مرز بین برزو و فرزین به اونور هیچ دلیلی نداره و میتونه خطا محسوب بشه. بنابراین نگاهتون از اون را بدازین اینور، خودتون به منم نه، چون منم که اصلا داخل بازی نیستم. توضیحاتتون کاملا توی دایره خودتون بچرخه، به خودتون توضیح بدین، بیرون رو حذف کنین و کسایی که از بازی میسوزن و میرن بیرون، میرن اون پشت میشینن، نگاهتون به اون گرمه اونجا کولر نداره و نه تو که نمیسوزی که تا آخرش هست نفر اول تو نگران گرما نباش. آره بنابراین این دو تا رو داشته باشین. خورد خورد من میگم جونم مهران جون چش برای انضباطش دست میزنه. اینقدر این بشر منضبطه برای جبران عینک. بچه ها من میدونم که چون خودم هم بازی کردم مافیا، میدونم همتون دیشب خوب نخوابید. تایید میکنی؟ من خوب خوابیدم. هم شما خوب خوابیدید؟ نبودم راحت. من سر فیلم برداری بودم نخوابیدم. من چون میدونستم که ممکنه خوب نخوابین، جلوتون رو میزاتون مولتی کافه دوستان من گذاشتن. مولتی کافه هست، با مولتی کافه کارو جمع کنین. داریم میخوریم. مولتی کافی کافیه. کارو باش جمع کنین بخورین که خواب از سرتون بپره. بریم برای شب معارفه. موافقین؟ عینکارو بردارین. سرای کم پایین. شب میشه 3 2 1 شب معارفه. فقط 4 تا مافیای بازی بیدارشن. فقط مافیا. فقط مافیاها بیدارشن. بیدار بمونن. پدرخوانده یه لایک بده که هم تیمیاش ببینن. دکتر لکتر لایک نشون بده، رفقاش ببینن و طبیعتاً 2 مافیای ساده لایک نشون بدن که رفقاشون بدونن. همدیگر رو شناختید، بخوابید لطفا، بخوابید. نقش هایی که الان اعلام میکنم همینطوره که چشمشون بسته است، فقط لایک بدن، چشمشون لازم نیست باز کنن. لطف کنید شهردار بازی یه لایک نشون بده به ما، فقط شهردار. متشکرم. دکتر شهر یه لایک نشون بده به ما. متشکرم. کارآگاه شهر لایک نشون بده. متشکرم. روانپزشک متشکرم. جان سختمون لایک نشون بده. متشکرم. حرفه‌ای شهر یه لایک نشون بده. نگهدار. متشکرم. و 2 شهروند ساده لایک نشون بدن و لایکاشون نگه دارن. متشکرم. متشکرم. خب با شمارش من 3 2 1 روز میشه. صبحتون بخیر. صبحتون بخیر. حالا دیگه قضیه فرق کرد، قصه از اینجا بازی شروع شد. مافیا همدیگر میشناسن و یه خود همدیگر نگاه کنید، یه خود آی کانتکت به قول احسان و برزو آی کانتکت کنید. چرا به قول احسان و برزو؟ احسان و برزو یه صحبت ریزی بود. آی کانتکت کنید. من میدونم. بله با هم دیگه و تو چشمای هم دیگه نگاه کنید. عینای مرد سعی کنید که فیس هم دیگه رو، صورت هم دیگه رو شناسایی کنید. خیلی چیزها رو ممکنه روشن کنه این نگاه ها. جدی بگیرید. من فقط نگام به خودت دورت بگردم. کی سرخ شدم؟ فدات شم. همیشه خوشتیپی ماشاءالله. کسی قربونت برم فدات شم. کسی مایل هست سر صحبت باشه یا من تعیین کنم؟ مایلی؟ علی تلیسی سر صحبت، پوریا پورسوخ تای صحبت، بفرمایید. دوستان سلام، خیلی خوشحالم کنار شما دارم بازی میکنم. لطف و معرفی و تعارف چالش، متشکرم. کسی چالش میخواد؟
بنده علیرضا تلیسچی هستم، خوشحالم دارم باهاتون بازی میکنم. چهره ها ماشاءالله بشاش عالی، فوتبالیست، خلاصه مجری، بازیگرای قابل، خلاصه خیلی خوشحالم کنارتون هستم. برای شروع بازی به سه نفر تارگت میزنم، به شما جناب آقای رفیع تارگت میزنم، به شما جناب آقای همتی تارگت میزنم و به شما امیرعلی نبویان عزیزم تارگت میزنم. به چرخه تا ببینیم چه اتفاق میفته. متشکرم. میزی کوتاه‌تر از میز ما پیدا. متشکرم. خنده بچه آزاده، چون بر هر درد بی درمان دوا آزاده. خنده آزاده، ولی کلام نه، کلام نه. دوستان لطفاً گوش کنید. مرسی، بفرمایید. بنده رضا توکلی هستم. چالش میخواید؟ خب منم خیلی خوشحالم، ولی یادتون باشه اگه تارگت به من بزنید سر اسبتون رو میبرم و تو رخت خوابتون میگذارم. میخواستم با عینکم بگم ولی متاسفانه گفتن که عینک نباید باشه. ولی به هر حال همین اول آقای علیرضا جان خیلی همچین هیجان انگیز بازی رو شروع کرد. اشکالی هم نداره، بالاخره تارگت زد دیگه. منم همینطور. من تارگت اولم برزو ارجمنده که حواسش خیلی باید امروز جمع باشه که ولکن نیستم من. تا آخرش هم هستم و هستم. متشکرم. سلام به همه، من احسانم کرمی. خیلی معلومه که طالب چالش هم لطفا یادت نره. اگر چالش. کسی چالش میخواد بفرمایی. مرسی، میگم که من مخلصت نهادینه بکنم. وشتیپی خیلی مشخصه، فرزین محدث یکی از مافیاها هست. جناب آقای رضا توکلی یکی از مافیاها هستن. جناب آقای برزو ارجمند دیگر مافیای ما هستن. روی آقای تلیسچی 99-1 هم که مافیان عرض دیگه ای ندارم. تو هم که اساساً مافیا به دنیا اومدی. با اجازه. سپاسگزارم آقای کرمی. امیرعلی جان سلام به همه، مخلصم. امیرعلی نبویان هم چالش تقدیم آقای پورسور. تو چالش هم باید خودم معرفی کنم؟ نه دیگه، آره. یه بار کافی. دوستان شهر، خواهشی که دارم ازتون یک جوری باشه که همدیگر رو گمراه نکنیم، چون به نظرم گمراه کردن شهر توسط بازیکنهای شهر قطعا بدتر از در واقع مافیاست. احسان، شهر میبینمت، ولی یه دفعه ای تو نصف تیتراژ و الان این وسط بلند شدی، یه پنکه گرفتی رو به همه گفتی اینه 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 اینه، یکم منو میترسونه. خب خواهش میکنم که یک مقدار، البته قبول دارم میخواین بازی به چرخه، ولی همون اول دوتا هم به نظر من کافیه. تجربه من در مورد اگه مطابق معمول خیت نشم، چون تنها مافیایی که تا حالا نتونستم بگیرمش ایرزاست. ایرزا چون اول دست بلند میشه، به نظر من اتفاقا امکان بیشتره که شهر باشه، چون شهر جنگجویه. عذر میخوام. دوباره سلام. دوتا تارگت جدی و مستقیم دارم و از شهر خواهش می‌کنم که پیگیری کنن. سیروس همتی با احترام و علیرضا نیکبخت واحدی. در مورد بقیه نظری ندارم. احسان، حرفای پوریا رو تکرار می‌کنم. اگر شهروندی، چهار تا مافیا کاملا معلومن، تازه آخریش هم 99-1 بعد پنجمی میشه، اینا بازی شهروندی نیست. لطفاً اگر شهروندی بازی کن پوریا، فعلا ترجیح میدم بهت اعتماد کنم. سلام به همه، من برزو هستم. چالش؟ چالش می‌خواستی بگم؟ نه نمی‌تونم. برزو هستم یعنی تا کلمه بیشتر. تایید کردن که شما برزو هستی. یه نکته رو بگم در همین ابتدا. آقای توکلی، تا قبل از اینکه پوریا حرف بزنه، من احساسم این بودش که شما شهروند هستی. بقیه هم به این دقت کنن. پوریا داشت توضیح میداد که من تنها کسی که نتونستم به عنوان مافیا دستگیرش کنم علیرضا بود، و بعدش هم ادامه داد به نظرم علیرضا شهره. ولی شما وسط حرف پوریا شروع کردی لایک زدن، یعنی این تعبیر رو من داشتم که شما منظورتون اینه که پوریا داره میگه علیرضا مافیاست و شما هم دارین پشت دستش لایک میدین. به هر حال اگر که شما شهر هستی داری من رو گمراه میکنی. احسان عزیزم قربونت برم، تجربه بازی کردن با شما رو ندارم، ولی احساسم اینه که داری جمله کمی آخر لطفاً شلوغ میکنی و منو گمراه داری میکنی، یعنی داری منو به شک میندازی. اگر شهر هستی داری منو به شک میندازی. ممنونم برزو جان. تارگتی ندارم. سپاسگزارم آقا فر. سلام، کسی چالش؟ من خیلی عذر میخوام اگر شهر رو به گمراهی انداختم، ممکنه به خاطر تجربه کم باشه.
و البته نکته‌ای که پوریا گفت، یعنی چرخش بازی، همین، عرض دیگه‌ای نداره. سپاسگزارم. سلام، من فرزین محدثم، خیلی خوشحالم قربونتون برم، من که دارم باهاتون بازی می‌کنم، بسیار زیادم دوستتون دارم. فعلا تارگتی ندارم چون میخوام بچرخه بشنوم و ببینم که چه اتفاقی داره میفته. همین. سلام، من سیروس بازیم از نوع همتیش. معمولا کسی که موج رو ایجاد میکنه شهرونده. آقای تلسکی شما شهروندی، ولی احسان بد رفتی رو من. از من عقب نشینی کن که موج سوار تقریبا طبق آن چیزی که من دارم، من فیلم ها رو دیدم، معمولا موج سوار مافیا میتونه باشه. امیرعلی نبای بیان، عشقم رو چه حسابی؟ چرا؟ احتمال میدم که شما دو نفر که کنار هم هستین آگاه به بازی باشین. راجع به شما دو نفر من 50-50 سوسو میرم. من رضا رفی هستم، کسی چالش میل داره؟ بله، بی میلید. میلمون تموم شده. عرضم به حضور شما که ما اهل شعر و ادبیات ذاتاً جدن جد شهروندیم. گفته بود ای خدایی که خالق خرسی، مافیا را بزن بکش مرسی. یعنی اگه نگاه کنید حضرت حافظم شهروند. در یک جای همون که میگه، در یک جایی به دختری چند تا دیگه شهروندم نام میبره، میگه سحر بلبل حکایت با سبا کرد. یعنی هم سحر هم بلبل هم سبا سه تا شهروند بودن علاوه بر خود حافظ که با من هرچه کرد این مافیا کرد. یعنی دلش پر بود. میخوام بگم شاعر جماعت کلن بیشتر از تیر و توار شهروندن. در این حال به خاطر اینکه دست خالی نریم از این مجلس بیرون، من یک تارگت به هم ولایتی خودمون دیواری کوتاه‌تر پیدا نمی‌کنه. فیگورش یک جوری، یک دست عقب یک دست جلو، با یک دست پس میزد با یک دست پیش. یه تارگت ناقابلی به آقا برزوی عزیز میدادم تا حالا بچرخه و ببینیم که از چرخش روزگار چی. سپاسگزارم آقای رفیع. جناب دکتر روحانی. سلام، من امید روحانی هستم. خب الحمدلله کسی تارگتی میل نداره. بفهمید چالش. خیلی ممنونم سیروس جان و همه رفقا. من شهروند ناآگاهم، حق دارم تارگت بزنم، حق دارم اشتباه کنم. اگر فهمیدم اشتباه کردم حرفمو پس بگیرم و دنده عقب. دو تا تارگتمو دوباره تکرار میکنم. سیروس همتی، علیرضا نیکبخت. در مورد برزو فعلا نظری ندارم، همینطور در مورد احسان. ولی خیلی جدی از شهروندا میخوام که در باقی مونده سه تا خواهش میکنم از شما که تارگتاتونو بگین. شهروندا از تو تارگت زدن و جواب شنیدنه که به نتیجه میرسن. این که به چرخه هیچ دردی رو از شهروندا دوا نمیکنه. ممنون. شکرم آقای رود. خب ادامه بدم. بله حق با شماست، منتها اینقدر شما ها همه چیز گمراه کردید ما رو که خود سخت همینطوری رو هوا تارگت زدن. صبر میکنیم یه جلسه دیگه، برای تارگت دیر نیست. ممنونم آقا مهران. سلام دوستان، مهران غفوریان هستم، چالش میدم. خیلی مخلصی، مرسی از شما آقای غفوریان. من گذاشتم به چرخه که حرفای همه رو بشنوم بعد چالش بگیرم. امیرعلی نبویانی که پا میشی چالش میگیری و در امتداد صحبت میخوای حرف بزنی، یه سخنرانی خیلی قشنگی هم کردی، من خیلی دوست داشتم حرفاتو. اما باید بگم که من شاید موج‌ساز بازی بودم، چون پشتم اولین تارگت‌ها رو خیلی سفت زدم و بچه‌ها در ادامه من بازی کردن. شما تمام تارگت‌هات رو تکرار کردی، اما بعد وقتی اومدی پشت دست احسان راجع به من گفتی 99-1، اسم من آخرش این تارگت‌هات نیاوردی و این یه مقدار منو مشکوک کرد به چرخ حال ببینیم. متشکرم مهران جون، خودتون بفهمید. مهران غفوریان هستم، تمام تلاشمو می‌کنم برای شهروندا که جون سالم به در ببریم و بتونیم شهر رو پاک کنیم از مافیاها. خیلی موافقم با اینکه شهروندا لطفاً گیج بازی نکنن و همه بی خودی نزنیم. امیرعلی، این که میگه حتما تارگت بزنیم نظر من خیلی نیست، ولی به تارگت هاتون توجه میکنم که تارگت زد، به کی تارگت زدین و هی بررسیش میکنم. علال حساب تارگت خاصی ندارم به کسی بزنم، ولی دوست دارم که امیرعلی شهروندی خودش رو
به من ثابت بکنه. و همچنین پوریا درصد بالایی برام سفیده. و جمله آخر، کامبیز دیرباز خیلی دوستت داره. قربونت برم، متشکرم، ممنونم. علی جان بفرم. سلام عرض میکنم، عرض نیکبخت وادی هستم، کسی چالش؟ خیلی ممنون. پوریا پورسوخ، تا الان چرا به تو گیر ندادم؟ به همه گیر دادم. چطور به تو گیر؟ به همه گیر دادم. آقای عریضه تریسچی عزیز، شما میذاشتی ما دوتا هم تمام میشدیم، بعدش میگفتی گذاشتم همه تموم بشم بعدش بخوام بیام چالش بگم. به نظر من خودتون یکی از مشکوکا هستید. آقای نبویان عزیز، مرسی. من یه شهروند ساده هستم، مطمئن باش به درد شهرتون میخورم. حالا شما شک داشتی ایراد نداره، میگردیم بازی میکنیم میبینیم که چه اتفاق قشنگی میفته. علی جان، شهروند ساده خودش چون اسم یک نقشه، یه جوری اطلاق محسوب میشه. بگین شهروند هستم. من فهمیدم شما منظورتون چیه، ولی شهروند ساده نگید. متشکرم. همون جلو بود. بله. خب بفرمایید. سلام، من پوریا پورسرخ هستم. خیلی خیلی خوشحالم در خدمتتونم. خیلی خیلی باعث افتخاره کنارتونم. مطمئن هستم یه شهر سالم هستیم. قرار کنار هم دیگه بازی کنیم. چالش کی میخواد؟ آخرشها. آخرین نفره بچه‌ها. دوستان عزیز، همونجوری که عرض کردم خدمتتون، من کاملا با اون فرآیند رنده که عرض کرده بودم اعتقاد کامل دارم. علی نیکبخت، بلند شدی به بالای 90 درصد، سه تا شهر خوب تارگت زدی. 100 درصد از 100 درصد الان نمیتونم بگم. بالای 90 درصد برای من مافیایی. ایرزا تریسچی قطعاً شهر نبویان، قطعاً شهر احسان، چون من میدونم ببین ما شما تو تمرینا پیچیده نیومدی. ما تو تمرینا تا یه حد زیادی به یک زبون مشترکی با هم دیگه رسیدیم. احسان، امیدوارم که باعث خنده تماشاچی‌ها این یه روزو نشم. ولی احسان تو شهری، خواهش میکنم اگر شهری به من کمک کن که با خنده‌های شیطانیت چیزی جزئی فکر نکنم. من چالش خواستم، اصلا ندیدی من. میتونی بعدش چالش من مال شما. آره. چون آخرین نفره استثنا. من فکر کردم اصلا یعنی حرکتی دستی نیدم. بریم رو علیرضا. به نظر من اصلا هم نه اینکه به اجماع نرسیم، باید بریم سری. شما الان مشکوک شدی با این حرکت، چون خیلی همه داشتن تایید با سر می‌کردن، یکم گل درش بود. برزو، از تو میترسم، از تو فقط میترسم. همین. متشکرم پوریا جان، چالشم استثناء این دفعه، ولی از دفعه بعد قبل از اینکه فرمایشتون رو شروع کنین تعیین کنین که بعد از صحبتاتون یا قبلش. بفرمایید. من ندیدم. بله، من همین توضیح رو می‌خواستم بدم. پوریا جان، چون که میدونم بالای 50 درصد اعتقاد که امیدوارم شهروند باشی، مدل بازی تو خیلی صادقانه دارم می‌بینم، امیدوارم که درست دیده باشم. یه خواهشی دارم از خود تو، موقعی که داری حرف میزنی به لایک و دیسلایک های ما نگاه کن، چون ما الان تو نقطه کور تیم این میز، واقعا بچه ها توجه کنیم به هم. مثلا شما نقطه کور ما میشین، ما باید به شما دقت بکنیم موقعی که داریم حرف میزنیم. همینو فقط میخواستم بگم. این که بهم چالش متشکرم. متشکرم. میریم برای رای گیری. دوستان سر صحبت آقای تلیس چی بودن؟ 12 نفرین با 6 رای میرن داخل دفاعی. دوستان آقای تلیس چی بفرمایید لطفا قیام کنین. رای برای آقای تلیس چی؟ بچه ها دستاتون هم نگه دارین تا من بشمارم دوربین هم ثبت کنن. رای برای تلیسچی؟ بینگو، بفرمایین. آقای توکلی، رای برای آقای توکلی. دستا رو نگه دارین. 1-2 متشکرم. بفرمایین. دفاع نمی کنن. آقای کرمی، رای برای احسان جان. دستا رو نگه، نه بالا، این سوسکی نه، بالا، قشنگ بالا نگه دارین. سوسکی؟ سوسکی نه. 1-2 نه، دفاع نمی کنن. بفرمایین. امیرعلی جان، رای برای امیرعلی. 1 دفاع نمی کنیم. بفرمایید. برزو جان، رای برای برزو. 1-2-3-4-5 دفاع نمی کنید. بفرمایید. فرزین جان، 1 رای دفاع نمی کنید. بفرمایید. سیروس جان، 1 رای دفاع نمی کنید. آقای رفیع، 1-2 سوسکی نه، علی تلیسی بالا بالا بالا. 2 رای، 3 رای تأخیری هم نه، این دفاع نمی کنید. متشکرم. آقای دکتر روحانی، بینگو، بفرمین. آقای مهران جان، بینگو، بفرمین. آقای علیرضا نیکبخت وادی، 1-2-3 سوسکی نه، 4-5-6-7 حتما دفاع میکنی. همونجور که پوریا مونده، ببخشید. بفرمین پوریا جان، پوریا جان برسیم. برای پوریا رای، بینگو، بفرمین. تک دفاع داریم. آقای علیرضا نیکبخت وادی، بفرمین. بچه ها قبل از اینکه علیرضا شروع کنه، توی دفاعیه
هیچ گونه اکتی نداریم، تایید عدم تایید نداریم، رای خری اشاره نداریم، لبخند تا جایی که ممکنه نزنین، چون هر کدوم از اینا میتونه یک رای خری یا یک تیم جمع کردن محسوب بشه و مجبورم که در واقع تنبیه انضباطی کنم. رای خری، رای خری همون خریدن رای، رای خری یعنی خریدن رای. بله بفرمایید آقای نیکبخت. خیلی ممنون از دوستانی که واقعا به من رای. من یه شهروندی هستم که خیلی به دردتون میخورم. این یک بماند به اون که اون چهار تا مافیایی که بسیار زیبا دارن بازی میکنن و شهر رو گمراه کردن. امیرعلی نبویان ممنونم ازت که واقعا اون با اون صحبتات گمراه کردی. البته خب چهار تا مافیا داریم و من توقعی ندارم که اون سه تا شهروند حالا رو حساب بازی که به قول پوریا من پیچوندم نیومدم کنار هم دیگه بازی کردن، ولی به نظر من اگر میخواین امشب منو فیلد کنین که برم بیرون، حتما روی امیرعلی نبویان زوم کنین، چون مطمئنم که یکی از مافیا ایشون هستش. زوده بخواید منو الان شهروندای عزیز بخواید از بازی کنار بذارید، چون من خیلی به دردتون میخورم. خیلی ممنون. سپاسگزارم. همینجوری بیستی لطفاً چش تو چش، چون که دیگه یک تک دفاع است. با 6 رای علیرضا جان میره بیرون. رای برای خروج علیرضا 1, 2, 3, 4, 5, و 6 رای. جمع ما رو ترک میکنین. بفهمین اینجا کنار بنده بیستین. آقا علیرضا همینجا بیست لطفا، همینجا اینجا بیست لطفا. 6 تا کارت کدومشو؟ 3. باری که الان که نه 4 گفتین نه 6، تو چه بچه هوشمندی هستی. باری که الان خودت برگردن رو به دوربین، رو به دوربین. شلیک نهایی جون. امشب به جای مافیاها آقای علیرضا نیکبخت واحدی شریک میکنن. شب میشه، شب میشه، میشه جونه. 3, 2, 1 چشماتون رو ببندین، چشماتون رو ببندین. شب میشه و امشب به جای مافیاها علیرضا نیکبخت شلیک میکنه. چشماتون رو ببندین کامل سر و پایین. هم من نگاه میکنم، هم دوربین ها دارن میگیرن، هم رفقای من. متشکرم. آقای نیکبخت انتخاب بفرمایید این شکارتون رو. و امیرعلی سر و پایین، سر و پایین لطفا، سر و پایین لطفا انتخاب کنید و شکارتون رو انجام بدین. متشکرم، متشکرم، متشکرم. بفرمایید. خواهش می‌کنم صبح برای شما دست می‌زنید. بفرمایید. خیلی خوب. دکتر شهر بیدار شه. یک نفر نجات بده. یادآوری می‌کنم در طول بازی خودش یک بار و رفقاش و همشهریاش و هر چند بار که بخواد می‌تونه نجات بده. یک نفر رو تصمیم بگیره نجات بده. به هر حال یک نفر رو باید انتخاب بکنید، حالا یا خودتون یا هر کسی. به خودتون هم بچه‌ها اشاره نکنید. دکتر بخوابه. متشکرم. دکتر بخوابه. گروه مافیا بیدارشن، تیر ندارن، بیدارشن. با هم مشورت کنن، فقط با هم مشورت کنن تا عرض کنم. دکتر لکتر یه نفر نجات بده از رفقاش. دکتر لکتر یک نفر نجات بده. متشکرم. تیم مافیا بخوابن، تیم مافیا بخوابن. کاراگاه شهر بیدار شه، فقط کاراگاه شهر. استعلام یه نفر از من بگیره. کاراگاه هر شب میتونه یه استعلام بگیره اگر که رئیس مافیا یا شهروند باشه. عدم تایید. و اگر که مافیا باشه تایید. نشونش میدم. حرفه‌ای شهر بیدار شه. حرفه‌ای 4 تا گلوله داره به تعداد هر مافیا. میتونه از 4 تا گلولهش درست استفاده بکنه هر شب، یا هر شبی که خودش تشخیص داد یکی یه دونه از مافیاها رو بکشه، میتونم گلوله‌ش رو به سمت همشهریاش بزنه. و حرفه‌ای تصمیم بگیره
حرفه‌ای به جون. متشکرم، خیلی متشکرم. خب، حرفه‌ای بخواب لطفاً. روانپزشک شهر بیدار شه لطفاً. آیا میخواد کسی رو ساکت کنه در دو بار کلاً از این قابلیتش میتونه استفاده بکنه در طول بازی؟ آیا کسی رو میخواد ساکت کنه؟ متشکرم، دیدم، بخواب. جان سخت بیدار شه، دو بار در طول بازی میتونه استعلام بگیره، استعلام وضعیت. آیا میخواد استعلام بگیره؟ جان سختم بخوابه. با شمارش من صبح میشه. 3 2 1 صبح شما بخیر. خیلی خب، روانپزشک کسی رو ساکت نکرد، ولی جان سخت استعلام گرفت. و اما کشته شب، اما کشته شب، دیشب دوستان شب آرومی رو سپری کردیم و کشته نداشتیم. ادامه بازی. شله جان سخت استعلام گرفته، از بازی شما یک نفر خارج شده و اون یک شهروند ساده بوده. شما یک شهروند ساده رو از بازی بیرون کردین. ادامه بازی. سر صحبت سوال دارید؟ نه. سر صحبت علی تلسی بود، سه تا میریم جلو. امیرعلی سر صحبت، احسان ته صحبت. بفرمایید. از شهر معذرت میخوام، من در مورد علیرضا نیکبخت اشتباه کردم حتما. فقط یه سوال دارم پوریا. علیرضا با 6 رأی که یکیش رأی تو بود اومد تو دفاع و زمانی که خواستیم رأی بدیم بره بیرون، شما رأی تو پس گرفتی. لطفاً دلیل تو چالش بگیر و بهمون بگو. فعلا ترجیح میدم تارگتی نزنم با توجه به اشتباهی که روز اول کردم. متشکرم. بوزو جان. آقا اشتباه کردیم یعنی چی؟ آقا من میشه اشتباه کرد؟ یک عضو مهم شهر یهو میره، بعد چجوری باید جبران بکنیم؟ یعنی این من نمیفهم واقعا چه اتفاقی افتاده. من به خود علی نبوی در واقع میگم که مافیا 100% مافیاست. متشکرم. بوز جان بفهم. رضا دوباره شروع کردی همون اشتباهی توی تمرین رو داری داره. روانپزشک لطفاً خیلی حواسش باشه، یعنی بعضی وقتا ما بعضی از اهالیمون اگر احساس میکنن شهر شاید بهتره که ما رو گمراه نکنن. من به نظرم بیاین اجماع کنین به دلیل اینکه اصلا اگر واقعا تو شهروندی باید کمی صبر میکردی ببینی چند نفر رأی میدن روی امیرعلی بعد بلنشی این کار رو انجام بدی. به نظرم روی رضا من واقعا مشکوکم، هم به خاطر اون لایکی که اون موقع دادی، چون الان اتفاقی که افتاده چیه؟ اتفاقی که افتاده اینه که هم حرفه‌ای در حقیقت هم دکتر شهروندا نجات داده هم دکتر مافیا نجات داده، هیچ کس کشته نشده. دقت کنین چه اتفاقی افتاده، اینو دقت کنین. علیرضا نیکبخت میتونست به جای مافیا شلیک کنه. علیرضا نیکبخت میتونست به جای مافیا شلیک کنه. دکتر ما تیزهوشی کرده نجات داده. غیر از اینه مافیا که قطعا میخواستن شلیک کنن، میتونستن شلیک کنن دیگه، دکتر کیو نجات داده؟ اینو خیلی بهش دقت کنید. متشکرم. جمله آخر. کسی چالش میخواد؟ بچه خیلی ناراحتم. دست اول میایم علیرضا نیکبخت رو میدیم بیرون، توی رأی گیری برای اخراجش من و پوریا کوتاه اومدیم. اول اومدیم بردیمش بالا و بعد کوتاه اومدیم برای اخراجش. 100% به نظر من 4 تا مافیا بهش رأی دادن، اینو مطمئنم. و واقعا امیرعلی اشتباه نکن، من از تو نمیپذیرم اشتباه کنی. در این حد نمیپذیرم که یه شهروند رو از دست میدیم و به نظر من شهروند به درد بخوری بوده. خواهش میکنم دقت کنی، من از تو توقع دارم
از پوریا توقع دارم همدیگر رو پیدا کنیم، غلط نریم. برزو درست میگه، میگه که شاید نیکبخت، شاید که فکر میکنم حتما اشتباه شلیک کرده و دکتر درست سیف کرده. درست میگم؟ اینو میشه از لازه اصولی تایید و غیر تاییدش رو به من بگین؟ آخر بازی عرض میکنم، ولی برزو چیزی که گفت شما الان درست گفتی کلام برزو رو، ولی تاییدش رو الان من نمیتونم بگم. آه بله، یعنی بازی لو میره اگر بگیم. به هر حال برزو همینی گفت شما گفتید. بله، واقعا اشتباه نکنین در این حد که دست اول شهروندا یه شهروندو بدن بیرون، این یعنی گیج شدن. متشکرم مهرا جان، جمله آخرتو بگو لطفا. بله، جمله آخرم نمیپذیرم از دفعه بعد یک پلیر خوب بگه من اشتباه کردم، عذر میخوام. سپاسگزارم. بزرگترین مشکلی که داره برامون اتفاق میفته، ما تو دور اول یو به هم تارگت میزنیم، یو یکی رو مقصر میکنیم و یو میندازیمش بیرون و بعد میفهمیم که اشتباه کردیم. فکر میکنم یه ذره به هم گوش بدیم، یه ذره حواسمون به هم جمع باشه، یه ذره هوای همو داشته باشیم تا دوچار اشتباه نشیم. این اشتباه شدن حالا ممکنه الان دوباره بریم، دوباره یکی دوباره به من تارگت بزنه، دوباره به سیروس، دوباره به مهران، به آدمای دیگه. یه ذره دقت کنیم که اگه می‌خوایم تارگت بزنیم یارو الکی نفرستیم بیرون، احساسی عمل نکنیم. مرسی سیروس جان. سیروس جان چالش ببخشید پوریا، عذر می‌خوام. همه چیزایی که همه گفتید درسته، من یه نکته دیگه هم می‌خوام بگم. شهروندا وقتی بهشون تارگت میزنن لطفاً دفاعشون خیلی جانانه باشه. به نظرم علی نیکبخت دفاعش دفاع خوبی نبود، اینکه فقط بگه من به دردتون میخورم ما رو مشکوکتر ممکنه بکنه. بنابراین وقتی از خودتون دفاع میکنین واقعاً یک دفاع اساسی بکنید لطفاً. همین. امیر علی نبویان، برای من صد شهری، هزاری بلند صحبت. امیرعلی نبویان، شهری، در تایید گفتای چند تا از همکارا خواهش میکنم خوب بازی کن. امروز داری برخلاف آن چیزی که در تمرین ازت میبینم داری بازی میکنی. با من باش، با من بازی کن. دوستان دقت کنید، به نظر من یه سوتی آقای ارجمند داد، میتونیم بهش فکر کنیم. من نسبت به آقای ارجمند یه سوسا هم. متشکرم. با اجازتون آقا حرفه‌ای صحبت کنیم. اینجا حداقل 4-5 تامون بازی بلدیم سفت. احسان کرمی و امیرعلی نبویان به نظر من زیباترین دفاع رو کرد. گفت من چون تو تمرین‌ها با شما نبودم مدل بازیتون دستم نیست. دست یک از کی تا حالا بازیکن حرفه‌ای شهروند میده بیرون؟ 4 تا مافیا داریم. به فرض هم میگرفتیم یکی خودش بود، به فرض 3 تا مافیا کنارش، من اون تعداد دستو میدیدم اصلا یکم منچی با کتفم بازی کردم، یعنی درد میکنه. معلوم بودش که داریم شهر میدیم بیرون. تارگت من شدی به خاطر اینکه سریع هم گرفتی رو من. بالای 50% شماره مافیا میبینم. اسم ببر لطفا. امیرعلی نبویان نازنینم. احسان جان من اینقدر گیج نکن. من یه کسایی که خیلی دوستشون دارم خیلی فریبشون رو میخورم. خب احسان اگر شهری اشتباه نکن، با شما موافقم، مهران غفوریان باهاش موافقم. از دوتا بزرگوار خواهش میکنم که یک مقدار تحلیلاشون هم با ما در اشتراک بذارن، هیچ ایرادی نداره. شهر، آقا رضا، شما و سیروس و شهر میبینم، شما دوتا رو نمیدونم چون معمولا تجربه تمرینا ثابت کرده اینایی که ساکتن دوتا بزرگوار آقای رفی و دکتر روانی، معمولا ما میترسیم از بازیکنایی که تو تمرین یاد گرفتیم، از بازیکنایی که خیلی ساکتن بترسیم. تا اینجا رسیدم، تو چون رفیقمی تو هم خیلی من رفیقام پولم میذارم، هر کی پولمو خورده دوربین من کدومه، تا حالا هر کی پولمو خورده رفیق من بوده، تا حالا غریبه به من نزده. شهر رضا توکلی، جمله آخر لطفا. جمله آخر رضا توکلی، من چند تا بازی با تو کردم، هر موقع پا میشی زور علکی میزنی برای شهر، آقا اوضاع شهر خراب شده، حالا یه نفر رفته بیرون، آقا خواهش میکنم هم دیگه یه چیزی میگی. اصلا به نظر من جملات خالی هم نیست. شما هم به نظر من میتونی مافیا باشی. بالای 50 بالای 90 پاراگراف آخر برزو، بالای 90، بالای 50 امیرعلی، بالای 50 سه صفحه آخر تموم شد. متشکرم. خدا شد 12 نفر بیشتر نبودیم. خیلی خوب، نوبت شما که چالش دادیم. انشالله اینجوری نشه گفت بود خشت اول چون نهد شهروند کج میرود تا آخر این بند کج. انشالله اینجوری نشه. من از اونایی هستم که چون حسی بود رأی ندادم، به عنوان یک شهروندی که حسم این بود ایشون شهروند هست و روی تک تک دوستانی که بهشون رأی دادن و رفت شهروند به درد بخور، به نظر من
کنار نظارت داشتم، همچنان به قدرت شهید الله تارگتم و سمت آبرزوی عزیز دارم و احسان کرمی هم در همون میز اضافه میشه و همین دیگه، انشالله که اشتباه نکنیم دیگه. خواهش میکنم آقای دکتر روحانی. چشم، ما تحلیل همون خواهیم داد به شرطی که آخر اصلا به یک راتعیت در حد پنجا برسم. هنوز نرسیدم، شکای خودم رو دارم، ولی زوده که بخوام به کسی تهمت بزنم و یک شهروند دیگر رو بی خودی بفرستم بیرون. صبر میکنم همچنان، بی خودم هم ما میترسیم. ما اصلا به کلی شما به جوری بد به من نگاه کردی آقای. نه نه، نگاه دوستدارانه بود به آقای روحانی. بفهمی خواهش. خب آقای ارجمند چالش دادم. خب من یه توضیح بدم. من به علیرضا نیکپخ رأی دادم که خارج بشه به دلیل اینکه نگاه کردم دیدم 8 نفرمون دستمون بالاست. قبول دارم که از این 8 نفر 4 نفرمون مافیا باشه. خب ولی درصد بالایی رأی داده بودیم که شناخت پیدا کردیم که علیرضا ممکنه که مافیا باشه. اشتباه کردیم. خب ولی این که بچه‌ها بیاین اینجوری زوم کنیم دوباره همون اتفاقی میفته که برای علیرضا افتاد. یعنی به این دقت کنیم، علیرضا رفت بیرون در صورتی که شهر بود و خواهش میکنم به جملات دوستانی که میگن ما یک شهروند مهم رو از دست دادیم، طبق استعلامی که گرفتن علیرضا یک شهروند ساده بود. ممنون. علیرضا یک شهروند ساده بود. چند نفر الان توی گروه دارن میگن ما یک شهروند مهم رو از دست دادیم. مهم میفهمم از لحاظ رأی دادن و اینا میفهمم، ولی نمیتونست استعلام بگیره، نشلیک میتونست بکنه و لطفا توجه کنیم به این ماجرا. سپاسگزارم آقا مهران. نوبت خب امیرعلی نبویان، میتونم مثلا پیش پوریا یه سند بذارم که امیرعلی رو بهش یه فرصت بدی بهمون ثابت کنه که شهرونده؟ چون وقتی بلند شد معذرت خواهی کرد اصلا به من ثابت نشد که یه شهرونده. بحث خودم رو دوباره تکرار میکنم بچه، من خیلی دقت کردم، من رو موج پوریا خودم خیلی شهروند میدونمش، رو موج پوریا رأی دادم و بعد بدون اینکه به پوریا توجه کنم رأیم آوردم پایین و دیدم اونم رأیش رو پس گرفت. ببین بچه ها، اصلا این مهم نیست که شهروند به درد بخوری بوده یا نبوده، مهم اینه که شهروند ها خیلیشون اشتباه کردن و این اشتباه رو من میندازم گردن شهروندی که یک اشتباه فاحش کرد، دو همه بی خودی زد، سه حتما یه تارگت بزنم بازی به چرخه. من به این اعتقاد ندارم حتما یه تارگت بزنی، تو داری یه ذهنیت برای اون آدم میسازی. اگر شهروندی یکم بیشتر سر ممنونم جمله آخر. دور دومه پوریا، من با تو بازی میکنم، یه ذره مراقبت کنیم شهروندا هم دیگر پیدا میکنم. متشکرم. پوریا جان به آقای همتی داده بودم از قبل. آقا سیروس مهران قفوریان، کافیه اتفاقی که شب افتاده رو اینقدر آنالایز کنیم، نیاز به سند گذاشتن نیست. آقا این هزار شهره، چجوری من اینو اسم بیار لطفا. آقای امیرعلی نبویان هزار شهر، تابلوه اتفاقی که شب افتاده. آقا دیگه چرا نداره که؟ چرا داره؟ آقای محترم کسی که رفت بیرون شلیک نهایی داشت، قطعا گفت، وصیت کرد، گفت کی؟ آقا گفت، آقا رد خون من از کی بگیرید؟ آقا نیکبخت واحدی وقتی داشت میرفت گفت رد خون من از کی بگیرید؟ دوستان دقت کنید، گفت از امیرعلی بگیرید، شلیک نهایی خورد. بس امیرعلی. خیلی ممنون. نوبت خودت. یه چالش میتونم بدم؟ بله یه دونه بیشتر. نگفت، گفت امیرعلی شروع کردی، رو من گرفتی، نگفت رد خونم رو بگیری. سیروس مشکوکم کردی به خاطر اینکه پشت امیرعلی در اومدی. از بهترین باز ببین آقا، ما نمیتونیم تمرینا رو ندیده بگیریم. تمرین کردیم که دیده بگیریم دیگه، والله اصلا نمیمدیم اینجا. ارزو از نظر من تو 100% مافیایی، تو یکی از بهترین بازیکنای مایی. نحوه اینکه اصلا چرا این اتفاق افتاد و نحوه همراهی تو از شما دو نفر به عنوان بازیکنایی که بازیکن بلدین، بازی بلدین، دست یک
آقا 4-5 تا درس اول داورا به ما دادن. دسته یک، شهروندی که زیاد رأی بیاره مطمئن باشین مافیام لایه بازیه. دوم اینکه ببین از بازیکن خوبا مثل شما کی تا حالا رسم شده شهروند یک بدیم بیرون. اگه پشت دست من وای میسیم برزو رو بدیم بیرون. یه اشتباه برزو کرد و تیمش اونور امیرعلی، برزو رو بدیم بیرون، روش اجماع کنیم، اشتباه سوم بشم من با اجازهتون. اگه اونایی که با من کیا با من بازی میکنن، چون میخوام بدونم الان این اتفاقی که میفته چیه، بریم رو برزو. مرسی آقای تلیسی. چالش بفهم امیرعلی. در مورد علیرضا نیکبخت من اشتباه کردم، ولی من تنها کسی نبودم که اشتباه کردم. علیرضا قطعا دیشب به من شلیک کرده و دکتر منو نجات داده. دکتر میدونه که من شهروندم. بنابراین میشه بپرسم کسایی که همراه من به علیرضا نیکبخت دیروز رأی دادن کیا بودن؟ شما گفتی من رأی دادم. شما رأی دادی. رأی به اخراجش؟ بله رأی به اخراجش. بچه حرف نه، فقط تایید و عدم تایید داریم. رأی به اخراجش با لایک به من نشون بدید. آفرین. فقط تایید. اون تعدادی که الان دستشون رو بلند نکردن مافیان، کسایی که دیروز به علی نیکبخت رأی دادن اما الان وقتی ازشون میپرسم کیا رأی دادن بلند نمی کنن دستشونو، چون میدونن در بین کسانی که به علی نیکبخت رأی دادن مافیا بوده، گرچه یک یا دو نفر از کسایی که دست بلند کردن هم تو مافیا هستن. پوریا پورسرخ، من شهروندم. ممنونم علی تلیسچی. خیلی مخلصیم. دادم ایشون. چالش از نفر بعدی آقای توکلی چالش بگیر. امیرعلی نبویان، چرا رومن نمیگیری؟ من از اول بازی دارم به تارگت میزنم، چرا به من تارگت نمیزنی؟ خودتو سفید کن برا من. اگر واقعا من دارم تمام زنم رو گذاشتم روی تو و تو همه رو داری مزن اتهام قرار میدی الا علیرضا تلیسچی. علیرضا تلیسچی وقتی بلند میشه وای میسه حرف میزنه، هیچ دستی براش نمیاد بالا. عقب نشینی میکنی، پشبندش شما عقب نشینی میکنی، پشبندش آقای همتی پشت دست ایشون بازی میکنی، ایشون رو سفید اعلام میکنی. به چه دلیلی پشودی گفتی من مطمئنم به دلایلی که بعد گفتیم چه دلیلی؟ هیچی نگفتی، گفتی من دلایل خودم نشستی. خواهش میکنم درست بازی کنید، حداقل تو ذهن خودتون مرور کنید ببینید واقعا چی کار کردید. ما هم اینجا نشستیم، مغز داریم، داریم فکر میکنیم، نگاه میکنیم داریم شما چی کار میکنید. اگر تو شهری من باز گوش میکنم، الان میرسه به تو، منم چالش میگیرم، البته حرفتو میزنی. اگر قانع شدم، اگر نشدم ببخشید. آقای امیر جمعه، آقای بزرگان نظر من رو تایید کرد. وقتی گفتم که من هنوز به نتیجه نرسیدم، یک بار اشتباه کردیم، یک شهروند رو بی خودی اخراج کردیم. بنابراین من دیگه میخوام به سهم خودم این اشتباه رو نکنم. برای همینم از که تأخیر میندازم تارگتم رو. متشکرم. من پشت دست علیرضا بازی میکنم. منم موافقم. منم در واقع تأکید میکنم که علیرضای نبوی باید اجماع بکنیم، تکلیفش رو روشن کنیم. امیرعلی. آره امیرعلی نبوی مافیا صد. اینو قبلا هم گفتم. برای همین داریم در واقع شهروندا دارن اشتباه میکنن. حواسمون رو خوب جمع بکنیم. همین. عرض شود به حضورتون که من فکر میکنم مافیا داره دیگه بیش از اندازه حواس ما رو به ماجرای علیرضای نیکبخت پرت میکنه و نمیذاره ما تحلیل کنیم که چه اتفاقی داره میفته. من هم با سیروس تقریبا هم نظرم که امیرعلی منطقا نمیتونه مافیا باشه. یعنی هر جوری حساب کنی، به دلیل اینکه خیلی پرواضح بود که بیرون رفتن علی نیکبخت سر رشتش به امیرعلی برمیگرده. علیرضا شلیک نهایی داشت، یعنی به راحتی میتونست امیرعلی رو بیرون کنه و باز میگم منطقا کسی رو که زدتش میتونست بیرون کنه. اما دکتر نجات داد. دکتر خون وسط کیو نجات داده؟ دکتر لکتر هم داریم اون برا. درسته، این حرف هم حرف درستیه، ولی ببینین کدوم کفه سنگین تره. من فکر نمی کنم، مطمئن نیستم، فکر نمی کنم امیرعلی مافیا باشه، ولی روی آقای توکلی
100% مطمئن. جمله آخر بعد تموم شد. جمله آخرم اینه که فقط چون ما با هم اغلبمون تمرین کردیم، فقط یه نگاه بکنید به تفاوت آقای توکلی از تمرین تا اینجا، اصلا یه چیز دیگه. متشکرم. میریم برای رای گیری. سر صحبت امیرعلی بود، بیسی لطفا رای برای امیرعلی نوبیان نگه دارید که بشمرم. یک، دو رای، نصف به علاوه یک، با شش رای باید برن دفاع. بفهمید دفاع نمی کنین. برزو جان، یک، دو، سه، چهار، پنج رای دفاع نمی کنن. بفرمید فرزین جان، فرزین جان بیستن، یک رای دفاع نمی کنین. سیروس جان، رای برای سیروس، یک، دو، سه، چهار دفاع نمی کنیم. بفرمین آقای رضا رفی، رای برای آقای رضا رفی، بینگو. بفرمین، نه یه رای داشتین، نه بینگو. آقای دکتر روحانی، رای برای دکتر روحانی، بینگو. بفرمین آقا مهران غفوریان، رای برای مهران، یک، دو، سه، چهار، سوسکی نه، بیا بالا، چهار، پنج، شش دفاع، نه؟ خب پنج رای رو نمیتونن پس بگیرن؟ نه، دست به مهره میگن بازیه. شش رای دفاع میکنه مهران. پوریا جان بیستی لطفا، رای برای پوریا، بینگو. بفرمایین علیرضا تریزشی، رای برای علیرضا، یک دفاع نمی کنید. آقا رضا توکلی، رای برای رضا توکلی، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش دفاع میکنید. بفرمایین احسان جان، رای برای احسان، بینگو. نه یه رای رضا توکلی به شما رای داد. خب به ترتیب اول مهران جان غفوریان دفاع میکنن، بعد آقای رضا توکلی. بفرمایین آقا مهران. چرا الان واقعا شهروندا الان گول چیو خوردن؟ حالا میگم سیروس به من رای داد روی لجبازی شاید که من بهش رای دادم، ولی چرا واقعا میخوایم باز دوباره یه اشتباه بزرگ بکنیم؟ بچه ها الان روی صحبتم 100% با شهرونداست، اصلا با مافیا کاری ندارم، بذارید مافیا بزنه هر کاری دلش میخواد بکنه، ولی چرا الان من آوردین دفاع؟ چی کار کردم که آوردینم دفاع؟ پس فکر میکنم، نمیتونم بگم 100% 4 تا مافیا اومدن بالا، فکر کنم تلیسشی برای من سفیده. الان نمیخوام توی دفاع به کسی حق رأی از شما دو نفر گرفتم، آقای فرزین و آقای تلیسشی، حق رأی نداریم. بفهمید نمیخوام تو دفاع تارگت بزنم فلان. واقعا اگه شهروندین الان تو رأی گیری به من درست رأی بدین، بذارین معلوم شه مافیا، اشکالی نداره که حیولا که نیستم نگرم دارید همتونو بخورم، میدونین؟ تهش اینی که فکر میکنید که مافیام که نیستم. خیلی ممنون. حالا درخواستم اینه که اصلا به ام رأی ندید برای رفت. حق رأی رو مجبور شدیم بگیریم، فرزین و علیرضا تلیسچی. به نفع من. حالا به حال و به ضرر سیدشون هرچی هستن. آقای رضا توکلی لطفا بفهمید. اولا من میخوام از آقای پورسرخ درخواست بکنم که علتش چیه، چه استدلالی داره که اینجوری داره به راجع به من فکر میکنه. ضمن این که آقای کرمی ببینید تو تمرین به هر حال یه شکل دیگه ایه، تازه دارم یاد میگیرم، هنوز بازی رو تو تمرین نمیدونستم چه شکلی باید بازی کنم و خیلی حسی بازی میکنم، من اصلا منطقی ندارم، همه کارام حسیه، یعنی حس میکنم، زوم میکنم رو تو، میگم مافیا هستی، برای اینکه این الهام میشه به من به دلیلی که تو چشات نگاه میکنم و این اتفاق میفته، اینو بهش معتقدم، سفت و سختم معتقدم، میگم شهروندا شک نکنید من یه شهروندم و ناآگاهم و اطلاعات ندارم، من خواهش میکنم منو بیرون نندازید، این استدلالی که پوریا باید برای من بیاره که چرا داره منو میندازه بیرون و بعد باز پشیمون خواهی شد. نکته مهم من روی آقای کرمیه، آقای کرمی 80% مافیاست و بعد آقای علی نبوی عزیز من که شک نکنید این دوتا جزء مافیا هستن، شک نکنید و در واقع اجماع کنید، تکلیفمون روشن شه، میخواد منو بیرون بنازید بندازید، من دارم به شماها میگم اشتباه بزرگ و مرتکب نشید، اینو واقعا دارم میگم. آقا چه دلیلی داره تو تمرین من دارم بازی میکنم، الان دارم بازیمو عوض میکنم، خب تو تمرین رفتم اطلاعات کسب کردم اومدم اینجا، تا
پوریا به شدت آخر... داره اشتباه میکنه. متشکرم. بفرمایید. خب دو تا جمله آخر میگم گوش داره کنه دیگه. دو تا از کافه با من بدید. رای گیری هستن آقا رضا توکلی و مهران جان، خودشون که طبیعتا حق رای ندارن، دو تا حق رای انضباطی داریم ندارن، بقیه دوستان فقط به یک نفر از این دو عزیز رای بدن. رای تکراری رو نمیشمونیم، لطفا رای تکراری ندید. شهردارم خدمتتون عرض شود که چشار میبندیم، اگر که داخل خودش داخل دفاعیه باشه کاری نمیتونه بکنه، ولی اگه خارج دفاعیه باشه به موقعش میگم که حرکتش رو انجام بده. چشار رو لطفا ببندید. خواب نیمروزی، خواب نیمروزی، چشما رو ببندید کاملا بسته. خب رای برای مهران غفوریان، دستا رو نگه دارید تا من بشمرم. متشکرم، متشکرم. رای برای آقا رضا توکلی، رای تکراری ندین. مهران و رضا نمیتونن رای بدن، دستا رو نگه دارید. رای تکراری نمیتونید بدید. متشکرم، دستا پایین. شهردار بازی بیدار شه، شهردار بازی بیدار شه. آیا چیکار میکنه؟ آیا ملغا میکنه یا آیا رای خروج مستقیم میده یا آیا هیچ کاری نمیکنه؟ متشکرم، متوجه شدم. بخوابه شهردار، شهردار بخوابه. 3-2-1 لطفا چشاتون رو باز کنید. خب یا ابوالفضل. مهران جان غفوریان 3 رأی، آقا رضای توکلی 2 رأی. بنابراین آقا مهران با 3 رأی باید جای ما رو ترک کنن، ولی ولی شهردار بازی رأیگیری رو ملغا کرد. دمت کرد، دمت کرد، دمت کرد. و بازی ادامه پیدا. خدا خیرت بده، من مطمئنم سه تا مافیا به ام رأی دادن. اگه تشکرات تموم شد از شهردار بریم برای خواب. یه چیز دیگه هم بگم، اشکال نره، اجازه میدی؟ بکن شهردار بعد بازی دستتو میبوسم. میریم برای شب دوم. لطف کنین چشای نازنینتون رو ببندین. سرها بله متمایل به پایین، همه چشما بسته، همه چشما بسته، همه چشما بسته. دوربینا دارن میگیرن. دکتر شهر فقط لطفا چشمشو باز کنه، یک نفر رو نجات بده، خودش رو دوباره یادآوری میکنم یک بار و اگر هر چند بار میتونه نجات بده. متشکرم، دکتر شهر بخوابه. متشکرم، بخوابه دکتر، بخوابه. فقط گروه مافیا چشمشون رو باز کنن. گروه مافیا با هم 30 ثانیه مشورت کنن، شکارشون رو انتخاب کنن و من دست پدرخوانده رو میبینم. با هم مشورت کنن، یک نفر رو تعیین بکنن. من فقط دست پدرخوانده رو می‌بینم. متشکرم. متشکرم. چکرم. دکتر لکتر یک نفر رو نجات بده. دکتر لکتر یک نفر نجات بده. متشکرم، متشکرم. مافیا بخوابن، مافیا بخوابن. کاراگاه، کاراگاه شهر بیدار شه، استعلام یک نفر رو بگیره از من. اگر که رئیس مافیا یا شهروند باشه عدم تایید، و اگر که مافیا باشه تایید نشونش بدم. متشکرم، کارگاه بخوابه. حرفه‌ای بیدار شه، حرفه‌ای بیدار شه. آیا میخواد شلیک کنه؟
حرفه‌ای عرض کردم هر شب امکان شلیک داره، گلوله داره و اندازه همه ما. تصمیم بگیره. متشکرم، حرفه‌ای به خواب روان پزشک شهر لطف کنه که چشماش رو باز کنه. متشکرم به خواب و جانسخت در طول بازی دو بار میتونه استعلام بگیره، یکی دیگه از کوپنش مونده. آیا میخواد استعلام بگیره؟ متشکرم، متوجه شدم. بخوابه. با شمارش من روز میشه. 3 2 1. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح شما بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. جان سخت استعلام نگرفت. صلاح ندونست که استعلام بگیره. روان پزشک ولی صلاح دونست که یه نفر در طول امروز سکوت پزشکی باشه و به لحاظ پزشکی اگر سکوت کنه براش بهتره و اون شخص کسی نیست جان؟ قرصم میفرستاش با پیک. اون شخص هم کسی نیست جز عزیز دلمون آقای رضا توکلی. شما در طول امروز ساکت باشین چون روانپزشک شما رو ساکت کرده. فقط میتونید تایید رضا جان و عدم تایید و اما کشته شب. عجب مافیای نتونی داریم. کشته شب بازم نداشتیم. عجب مافیای نتونی داریم. عجب دکتر و جان سخت عجب مافیای نتونی داریم. خب کشته شب نداشتیم. میریم برای ادامه صحبت کردن. سر صحبت دفعه قبل فکر کنم که امیرعلی بود. 1 2 3 سیروس جان شروع کنه. ته صحبت فرزین. بفرمایید. چالش دارم، دلیل دارم براش، برای شهر. خب آقا قطع به یقین هر کدوممون رفتیم بیرون 100% شهر برنده است. این از الان، به خاطر اینکه شهر خیلی منسجم کارشو داره درست انجام میده. برم رو دلایلم. برزو، من گفتم کیا با من همراهین، یه تیم ملی دست اومد بالا. چجوری یه دفعه همه پس کشیدیم؟ پس معلومه آقا چند تا چهار تا مافیا توشتن دیگه. دلیل از این واضح تر که مافیاست. دکتر من کوچیک شمام، ولی دکتر وقتی که رأی نمیدید و مشارکت نمیکنید دلیلتون دلیل اشتباهیه. تو تمرینا به ما گفتن به دلیل اینکه دکتر روحانی عزیز مافیاست. گفتم برزو، کیا با منن؟ گفتم برزو رو بدیم بیرون. 7-8 تا دست اومد بالا، بعد تو رأی گیری اومد پایین، به حد نصابم نرسید. پس کاملا معلومه 4 تا مافیا آوردن پایین. برزو 100% مافیاست. تمام دکتر، باید مشارکت کنیم حتی به اشتباه، به خاطر که شبیه یه دونه اونا قابلیت تیراندازی دارن. ما حرفه ایمون گنگ نسبت به بازی، بعد بر اساس حدس و گمان بزنه. رضا توکلی 100% مافیاست. دلیلش چیه؟ این دو نفر بودن برای مهران آرزو سربلندی کردن بره بیرون. آقا با خفت بدون خاری نشست اینجا دست زد وقتی شهردار ملغا کرد. پس قطعاً شما مافیا هستین. از شما کشیدم کنار. شما چالش گرفتید، کم تایمش کوتاه‌تر شد. از امیرعلی هم فعلا کشیدم کنار. آره. 100% متشکرم. پشت دستت بازی میکنم و احساس میکنم که اصلا روانپزشک قبل از شروع بازی دو نفر رو سایلنت کرده. خواهش میکنم در تایید فرمایش‌های پوریای پورسخت، دکتر روحانی عزیز، جناب آقای رفیع، تو رو خدای اتفاق یه چیزی نشون بدین آخه. خیلی ممنون. پوریا، در اینکه پشت دستت بازی میکنم یا نمیکنم، همون حرف اوله. گفتم ترجیح میدم بهت اعتماد کنم. من شهروندم. بلندتر صحبت. من شهروندم. دیروز در واقع تو رای گیری 5 نفر شرکت کردن. 2 نفر حق رای نداشتن، سکوت انضباطی بودن. 2 نفر تو انتخاب بودن، یعنی تو دفاع بودن. شد 4 تا. از 11 تا کم کنی میمونه 7 تا. 2 نفر رای ندادن.
درسته. سه تا رای مهران غفوریان آورد. اگر فرض کنیم که فرضم اینه رضا توکلی مافیاست، تعداد آراء مافیا 4 تا نشد که یه راست بریزه تو صندوق مهران غفوریان و بدتش بیرون. 4 تا نشده. بنابراین رضا توکلی 100 مافیاست. اگر این فرض رو پیش برین رضا توکلی 100 مافیاست، چون تعداد، چون مافیا دیشب در رأی‌گیری شرکت کرده، فقط 2 نفر رأی ندادن، یعنی مافیاها شرکت کردن و تعداد آراشون احتمالاً نهایتاً 3 تا بوده به مهران غفوریان رسیده، اون یه نفر رضا توکلی و 2 تا رأی شهروندی داشت. سپاسگزارم. نوبت شما بود. بله، بنده هم ضمن تشکر از دکتر و جان سخت تا اینجا به نظر من شهروندا نسبتاً خوب عمل کردن، سوای حالا اون شهروند اولی که خارج شد. منم ترجیح میدم پشت دست آفوریا بازی کنم و تارگتم و شهید الله متوجه آقای رضا توکلی و همچنان آقای برزو ارجمند. سپاسگزارم. آقای دکتر روحانی بفرمایید. میتونن؟ نمیتونید. سکوت نه، شما سکوت انضباطی. بله نه، سکوت دکتره. سکوت ببخشید، پزشکی دارید. بله بله، متشکرم. چالش دکتر شما رفیق جان، به نظرم که داری همه رو میریزی رو من. من هی سعی کردم که پشت دست تو و علیرضا بازی کنم، یعنی اینکه آدم‌هایی که شما گفتین رو سعی کردم لایک بزنم، به بقیه نظرها توجه نکنم، که شما متوجه شید من دارم پشت دست شما دارم بازی میکنم. ولی الان داری همه رو میریزی رو من و خوب دقت کن استاد، از شب اول دو تاش مصرع شعر برامون خوندن، بعد گفتن برزو مافیاست. خوب دقت کنیم، داری میریزی رو من، یعنی یا اینکه شما یک مافیا هستی که داری اینو کنترل میکنی، یا اینکه داری اشتباه میکنی رفیق جان. من دارم پشت دست شما و علیرضا دارم بازی میکنم. از اول گفتی رضا توکلی، من همش لایکم بالاست. روی امیرعلی شک داشتم، شما رو نخواستم گمراه کنم که لایک و دیسلایک ندادم. شما رو مطمئنم شهر هستین و سفید هستین. مهران داره پشت دست شما بازی میکنه. بازم تکرار میکنم، روی علیرضا نیکبخت، بله روی علیرضا نیکبخت 8 تا دست بالا بود. ممکن بود خودش مافیا باشه، 3 نفر دیگه هم مافیا میشدن. من استنباطم این بود که 8 تا شهر دستشون رو بردن بالا. سپاسگزارم. به این دلیل رأی دادم. متشکرم. نوبت خودتون بود. بفرمایید. چشم. ولی من به 3-4 نفر شک دارم. نمیخوام اشتباه در مورد نیکبخت و واحدی مرتکب شدیم یک بازی تکرار شد. بنابراین بی خودی هم نمیخوام تارگت بدم. بعد معلوم شد که مافیا بعد باز در نظر مافیا خیلی خوب داره بازی میکنه، چون بعضی جاها کاملا به نفر خودشون رأی میدن، بعضی با نمیدن، و همین دلیل به زود خیلی هنوز به نتیجه قطعی نرسیدم. برسم چک. سپاسگزارم. مهران جان. دکتر جون، من از شما خواهش میکنم زودتر تکلیفتون رو روشن کنید، یعنی به ما بگین چی کاره این. شما هم همینطور خواهش میکنم که یه خورده آقای رفی واضح تر بازی کنین. بچه ما امکانات زیاد داریم، چرا راهنمایی نمیکنیم که تک تیر انداز ما بدونه که کیو بزنه؟ تک تیر انداز نداریم، حرفه‌ای داریم، تفنگدارمون. نه حرفه‌ای، حرفه‌ای. آره یه خورده کمک کنیم به هم شهروندا. فکر میکنم بچه ها مافیا داره قایم میشه با این دیالوگ من پشت دست تو هم، من پشت دست تو هم. ببین آقای پوریا پورسرخ، شما رو خیلی دارن هی میگن پشت دستتم و خیلی تاییدت میکنن و دارن بهت آویزون هم میشن. لطفاً حواست رو بیشتر جمع کن، یعنی اگر آدم ها دارن باهات حرف میزنن به بقیه هم نگاه کن. چیزی دارم بچه ها، یک احساس که نیست، دارم میبینم با چشم سیروس همتی خیلی استرس داری و بعد از اینکه از شب بیدار شدیم سریع یه چیزی رو یادداشت کردی. نمیدونم چی کاره ای سیروس جون، و وسط حرف من که نمیشه چالش گرفت. جمله آخر نمیدونم چی کاره ای. پوریا خیلی دقت کن، الان مواظبت کن از شهر، چون احتمال داره بزننت
و جمله آخر چشم چشم. همین بچه خواهش میکنم شهروند بخوره درشتر بازی کنیم. خیلی من. مافیا اومده زیر بازی مونو. از نصیحت پدرانه شما سپاسگزاریم. نمیتونیم. نوبت حالا اگه رضا فرمودی سکوت اصلا نمیدادم. حرف بزنی بعد مجبوریم کیکت کنیم از بازی. بله. داری نزد بازی هم یواش یواش. شهروند عزیز یه لحظه با اجازه شما البته دیگه باز کنم. شهروند عزیز یه لحظه به من گوش کنید. خواهش میکنم به من گوش کنید. خواهش میکنم به من گوش کنید. شهردار کار خوبی کرد که این رأی گیری رو ملغا کرد. مهران غفوریان داری یکی به نل یکی به میخ، مراقب باش. برزو قانع نشدم، به هیچ وجه قانع نشدم. امیرعلی فعلا عقب میکشم اما دارمت. به چرخ حرفاتو بشنوم. اینم نوبت کی بود بچا؟ چالش از شما گرفتم. زمنن پشت درس پور سرخ بازی میکنم. بفرم آقای دکتر، عذر میخوام، من از شما کاغذ خودکار رو گرفتم ولی آخرش میخوام نمک بخورم، نمکدون بشکنم. مافیا اصلا خوب بازی نمیکنه. اون رنده رو دیدی؟ اصلا به رنده نکشید، تو جیب مافیا 100% باخته، به شرطی که شهروندا به هم اطمینان کنین. آقا منو بدید بیرون اگر من دارم اشتباه میکنم. ما قرار بود رو برزو اجماع کنیم، یه دفعه دستا اومد پایین، نصفش اومد پایین. این دلیلو الان بری به مرغ پخته بگی الان سر نهار بود، یارو هم دستو میآورد بالا. آقا برزو رو بدین بیرون، اشتباه بود، من دومیش. برزو دفاع کردی، تو بازیگر حرفه‌ای. از نظر من بگم تو تمرینا من بیشتر هم حکیمی ترسیدم از تو. الان برای چی گرفتم رو تو؟ به خاطر اینکه دوتا فول کردی که اصلا شهروندی در لول تو نمیکنه. یک دلیل اصلیم دست آوردن پایینه. برزو بازیکن حرفه‌ای، ما همه اینجا بازی رو دو سه روز پیش یاد گرفتیم. کدوم بازیکن حرفه‌ای دست یک رأی خروج شهروندی میده؟ برای همینم من به امیرعلی شک کردم که الان کشیدم کنار، ولی هنوزم دارم اتا. راضی باش ازم. و اینکه مضاف بر این که پشت برزو در اومدی، آقایون شهروندا، اینایی که نشستین اینجوری مؤدب و محترمانه، پوزیشنتونو در اجتماع و من بهش احترام میذارم، خواهش میکنم به من نابلد اطمینان کنین. آها ایشالله زحمت یک، زحمت دو، هر جاش اشتباه بود من میرم اصلا. آقا با خفت میرم بیرون دیگه. سپاسگزارم. بیاد پای من. دور از جون، دور از جون. بفهمید نوبت خود آقای تلیس چیه. بفهمید من تو رای گیری بودم و به رضا توکلی رای دادم. میدونم که تلیسی هم به خاطر آقای غفوریان کشید کنار، ولی ما اشتباهی کردیم به دلیلی که رفتیم اونجا و لایک دادیم و کلا از رای گیری حذف شدیم، نتونست با آقای توکلی بذاریم بیرون. مطمئنا تو اون رای گیری نهایی ما آقای توکلی گذاشته بودیم بیرون. میدونم من پشت دست تو بازی میکنم پوریا و داری میگی آقای توکلی و میگی برزو ارجمند. خب نه، هر دو رو میگم، آقای توکلی و برزو ارجمند، هر دو رو داری میگی. برزو ارجمند آقای توکلی، خیلی خوب. من میدونم که حرفه‌ای ما بازی رو بلد نیست، فقط دارم سعی میکنم بشنوم. خب از جنس صحبت کامیز دیرباز که بعد داره میگه که یه ذره زودتر تصمیم بگیره، پس حرفه‌ایمون جز یکی از شهروندایی که بازی رو بلد نیست. دکترمون خیلی خوب بازی رو بلده و جان سخت هم بازی رو خوب بلده، برای اینکه اصلا لزومی نداشت که بپرسه کی رفته کی. ما میدونیم یکی اون بیرونه، یه شهروند بیرونه. خب بر اساس اجماعی که پوریا داره میکنه، یا آقای توکلی یا برزو ارجمند رو بذاریم بیرون. احسان جون میدونم انداختی رو من، به منم رأی میدی. نه تو رأی گیری هم به من رأی دادی که من یه رأی فعلا من مافیام. من مافیا نیستم، به تو هم رأی نمیدم، برای اینکه میدونم تو شهروندی، کاملا احساس میکنم شهروندی. همون که احساس میکنم پوریا رو شهروندی. سپاسگزارم. خب عرض کنم به حضورتون که من خیلی روی برزو مشکوک بودم، ولی شاید شناخت خیلی زیادی که به لحاظ حسی از برزو دارم، یعنی صرفا دلیلم همینه، شکم از روی برزو برداشتم. اما فکر میکنم هممون روی آقای توکلی اجماع داریم. نداریم؟ اوکی. من فکر میکنم با توجه به این که تصورم اینه اغلب ما روی آقای توکلی اجماع داریم، بریم روی آقای توکلی اجماع کنیم، تمام کنیم قصه رو. و نمیدونم چرا دیسلایک، ولی مطمئنم که برزو و تلیسچی شهروندن و شک من سر اون میزه، من تا فعلا مطرحش نمیدونم. متشکرم. امیرعلی جان، آقا این مولتی کافه کافیه واقعا، چون تازه داره بیدار میکنه. بفرمید. بله بفرم. بعد از صحبت های من. بسیار پوریا تو گفتی
اجماع کنیم رو آقای توکلی و برزو. اصلا فقط برزو، تک دفع برزو. بسیار خوب، اگر برزو شهروند بود توی و تو گردم میگیری. من اونجوری که از دست اول گفتم حاضرم ریسک کنم رو پوریا پورسرخ و علارغم میل باطنیم رایم برزو. سپاسگزارم برزو جان. آها نه ببخشید، چالش گرفت بود مهران از امیرعلی. بفهمید احسان، نگو من اون میز دست دومه. کمک کنید به هم، یعنی شهروندا یه چیزی به درد بخور بگن یا پارول بدن به بقیه. آقا برو دست آدم بعدی صحبت کن. یکی یکی میزننمون میریم، ما تلاش دارین نمی کنین. ممنونم امیرعلی که به زور بالاخره گفتی آقا اگه تو نبودی فلان اینا. راحت ما سند گوشتیم واسد. باید زرب بگی به خاطر اینکه پوریا رو تایید میکنم فلان. منظور تو پوریا نفهمیدم، الان با لایک و دیسلایک به من بفهمون. تو که اشاره کردی برزو و عمورزا، چرا پس هی میگه احسان میگه عمورزا هی دیسلایک میدی؟ چون منظورت اینه، یعنی بذار جا طرف بزنم. آره، چون منظورت اینه که خود احسان مافیاست، یا نه منظورت اینه که تنها برزو رو بریم یا اول برزو رو بریم بعد عمورزا؟ فقط لایک و دیسلایک. این سوال شما باعث میشه بچه ها مجبور شن با پانتومیم جواب بدن. لطفاً بچه ها فقط لایک و دیسلایک. بله دیگه. آره، آره. منظورت این بود، یعنی عمورزا رو از زن از چیز تارگتت خارج نکردی. اینو من بفهمم اول. هر دوتاتون عمورزا از نظر شما مافیاست؟ به نظر منم مافیاست و ممنونم از دکتر که سایلنتش کرد. جمله آخر لطفا، چون داشت خودش رو لو میداد. فقط جمله آخر لطفا. برزو جان نوبت خودت. چه چالش کسی میخواد؟ من چالش رو بفرمایید. ها بفرمایید. خیلی ممنون دوستان عزیز. مهران قفوریان بلند حرف بزن سیروس، من اینجا نمیشتم. اونا مطمئنا نمیشتم. بله بله دوستان عزیز. مهران قفوریان گفتی که سیروس همتی تا روز میشه یه چیزی یادداشت میکنه. خب عزیز من، الان من این اتفاق تازه‌ای نیست، هم معمولا اتفاقی که شب میفته رو من یادداشت میکنم. دوم این که به من گفتی که سیروس چون من بهش مافیا تهمت رای دادم حق داره به من رای بده، پس الان چرا زوم کردی رو من؟ چرا داری میریزی رو من؟ این یک. دو، با من فراموش نکنیم، شما میگی این بر شما اولین نفری بود که ریختی رو من، احسان کرمی. من شما نگو اسم بیا. احسان. آره، عزیز خیلی من متشکرم. باش رای گیری کنیم، من میرم بیرون. ولی خوب یادتون باشه خیلی نکته جالبی داره میگه. من فقط اینو میگم که سوال توی ذهنتون بذارم. احسان میگه من مافیام، آقای توکلی هم مافیاست. پوریا میگه، احسان بلند میشه میگه که آقا هممون نظر داریم که آقای توکلی مافیاست. چون هممون نظرمون مثبت نسبت به آقای توکلی، خب اول ایشونو بفرستیم بیرون بعد برز رو. بعد میگه نه نه نه. چرا؟ شما هر دست یه دونه مافیا رو میتونید بندازین بیرون. وقتی که همه روی ایشون اتفاق نظر دارن، برای چی دو بزرگوار دیسلایک میدن؟ من دارم شک میکنم، من دارم شک میکنم. مهران چشم بسته بازی نکن، من دارم شک میکنم. دو نفر رو میگه آقا این دوتا مافیان، مگه حرف بدی زده؟ میگه این دو نفر رو میدونیم که مافیان، بیاین همه اتفاق نظر داریم، اول این مافیا رو بدیم بیرون که همه میگیم لایک. بعد دیگه نه 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 نه. جمله آخر لطفا. از کجا میدونی که روی هم دیگه نیستن؟ دارن رفیق فروشی نمی کنن. سپاسگزارم. تارگت تو بگو. تارگت من رضا توکلی بوده، الان روی بزرگوار شک دارم به خاطر اینکه هر کاری هم میکنه. سپاسگزارم. نه پانتومیم نمیتونی بازی کنی. جمله آخر. نمیتونی پانتومیم بازی کنی. میرسیم به جای حساس. هم مهران جان شما رعایت کن حرف اصلا نزن. پوریا شما هم رعایت کن. تو در آستانه چیزم تذکر انضباطی هم لطفاً. شما سرصحبت شما بودی؟ شما نفر آخرین. بفهم. من دوست دارم پشت احسان بازی کنم. ما قرار بود که آقای توکلی رو بذاریم بیرون، افتادیم باش تو. دو نفر نتونستیم رای بدیم، دکتر رای ملغا کرد که کار درستی کرده. شهردار نمیدونم. چرا الان نمیریم روی وسط حرفم؟ ولی بعدش چرا الان آقای توکلی نمیذاریم بیرون وقتی هممون نظرمون آقای توکلیه؟ پوریا نتونستی قانم کنی که بعد برزو رو بذارم بیرون. هر کاری هم بکنی، خودت هم بالا پایین کنی، بخندی، هر اتفاق بیفته، ما قرار بود یه نفر بذاریم بیرون.
مطمئننم من حسم میگه که میتونه مافیا باشه. نمیدونم آدم دیگه کیه، نتونستم قانع بشم که برزو و ارجمند میتونه مافیا باشه. ولی خب اگر خودت داری رو اونم رأی میدی، خب اونو بذاریم بیرون، بعدش بریم برزو رو بندازیم بیرون. ولی الکی میخندیم برزو، الکی داری میخندیم. به همین خنده تو میتونم شک کنم که میتونم داری یه فضا میسازی، انگار داری میگی که یک فضا سازی داری برای خودت درست میکنی. ما میگیم آقای توکلی بذاریم بیرون، بعدش میریم سراغ برزو. جان سخت میتونه استعلام بگیره، بهتره دیگه. جان سخت میتونه استعلام بگیره، ببینیم آ یه دونه مافیا بیرونه، بعد میتونیم حالا برزو رو بذاریم. خیلی متشکرم. شما چالش داده بودی به آقای تلیسچی، یه بار تلیسچی چالش از شما گرفته، درسته؟ یه بار گرفتی، پس نمیتونی صحبت کنی. نفر آخر بودین. میریم برای رای گیری. سیروس چون بیستین، رای گیری برای آقا سیروس همتی، دستا رو نگه دارین. 11 نفرین با 6 رای میرن دفاع، دستا رو نگه دارین. عذرخواهی میکنم، 1-2-3 نمیرن دفاع. بفهمین آقای رفی، 1-2 رای نمیرن دفاع. بفهمین جناب دکتر روحانی، کماکان بینگو. بفهمین مهران جان، رای برای مهران، 1 رای نمیرن دفاع. بفرمایید پوریا جان، رای برای پوریا، 1-2 دفاع نمی کنن. بفرمایید آقای تلیسچی، رای خری نکنین، 1-2 بفرمایید دفاع نمی کنین. آقای توکلی در سکوت بایستین لطفا. 1-2-3-4-5-6-7 دست بالا. بله، هم سایلنتین هم تو دفاع هستین. بفرمین آقای احسان خان، بفرمین شما رای برای احسان. بعد تو سوسکی نبیه بالا، بیا بالا سیدوستان، جلو دوربین نباشه، بیا بالا. 1 رای دفاع نمی کنید. امیرعلی نوویان، رای برای امیرعلی. بینگو. بفرمین آقا برزو ارجمند، رای برای برزو. 1-2-3-4 دفاع نمی کنن. بفرمین فرزین محدث ویسته، رای برای فرزین. 1-2 دفاع نمی کنین. تک دفاع داریم آقای توکلی که سایلنت هستن، پس بنابراین فقط رأی خروج رو در واقع میتونیم به ایشون بدیم. لطف کنین بایستین آقای توکلی. توضیح میدم اگر که شما الان به شما رأی خروج بدن، کارت حرکت آخرتون هم بعضیاش میتونه براتون قابلیتی نداشته باشه، یعنی کماکان این سکوت شما در این مرحله کارت حرکت آخر هم همون سکوت برقرار هست. این به خاطر اینو میگم که روانپزشک میتونه قابلیتی که داره رو ازش استفاده بکنه که تا انتها در واقع به سایدش بخوره. خب رأی خروج برای آقای توکلی، با 6 رأی آقای توکلی جمع رو بازی رو ترک میکنن. رأی خروج میشمرم، نگه دارید، نگه دارید، سوسکی نه کامل. 1-2-3-4-5-6-7-8 جمعی دوستان رأی خروج به شما دادن. لطف کنید اینجا بایستین آقا رضا، در سکوت مطلق اینجا بایستین آقا رضا لطفا. آقای توکلی اسم چرخ و فلک ما اسمش اینجا ایسا. شماره 3 رفته، با انگشت به من بگو 1-6 بدون 3. 6 تا بیشتر نداریم، همون 6. کارت شماره 6 بیخوابی. لطف کنید جمع ترک کنید، متشکرم. دست بزنید برای آقا رضا، اما رد خون منو بگیرید. دست بزنید برای رضا توکلی. میدونم همه تو با هم دیگه توطئه کردید تا منو بیزید. آقای توکلی بفرمایید، از اون بر بریا من میرم بیرون. من حرفی ندارم. آقای واحدی من میرم بیرون برای دکتر و عزیز من. بفرمایید لطفا، خواهش میکنم، متشکرم. برای علی نیکبخت هم به نظرم یادم را برمیدارم، چون که